زودترین زمانی که میشه شمهای شبات ها روشن کرد از پلک همین خواب بعده یعنی یک ساعت و روب قبل از طلوع ستارگان اگه یکی خواست زودتر از یک ساعت و روب قبل از طلوع ستارگان شمهای شبات ها روشن بکنه همچین اجازه یا نداره و به هیچ عنوان مجاز نیست که بیاد در روش شمهای شبات براخا بگه پس اولین زمان که میشه براخای شمای شبات ها بگیم پلک همین خواست یعنی یک ساعت و رو قبل از طلوع ستارگان خانومی که میاد و شم شبات روشن میکنه آیا مجاز شرط کنه که شباتا قبول نکنه یا نه این بستگی داره که چه زمانی شم شبات روشن کرده باشه خانومی که میاد از پلک همین خواست یعنی یک ساعت و روب قبل از طلوع ستارگان شرم شبات رو روشن میکنه همون موقع باید شبات رو قبول بکنه و هیچ شرطی فایده نداره هیچ شرطی فایده نداره که بیاد شرط بکنه که شبات رو قبول نمیکنه چرا؟ به خاطر اینکه یک ساعت و رو روب مونده به طلوع ستارگان و این داره شرم شبات رو الان روشن میکنه باید نشون بده که این شم ها برای شبات بوده پس باید شبات رو همون موقع بر خودش قبول بکنه پس شرط نمیتونه بکنه و همون موقع باید شبات بر خودش قبول بکنه اما خانومی که نیم ساعت مونده به غروب آفتاب نیم ساعت مونده به غروب آفتاب میاد و شمع این شب روشن میکنه میتونه شرط بکنه که شباتا قبول نمیکنه حدود یه رو بیست دقیقه که اگه کاری داره میتونه اون کارش رو بیاد و انجام بده چون نیم ساعت مونده به غروب وقتی ما شمع شبات ها روشن میکنیم دیگه مشخصه که برای کاود شباته پس در نتیجه میتونه شرط بکنه که شبات ها قبول نمیکنه تا یه رو 20 دقیقه بعدش که بتونه هنوز دست به وقت بذاره و بعد شاباتا بر خودش بیاد و قبول بکنه خیلی مهمه باید دقت داشت پس خانومایی که یک ساعت و مونده به طلوع ستارگان اون موقع شرم شباتا قبول میکنن هیچ شرطی فایده نداره و همون شرم شباتا روشن میکنن هیچ, فرده، هیچ شرطی فایده نداره و همون موقع باید بیان و شبات بر خودشون قبول بکنن خانومی که از پلک همین خواه اومد از شمه شبات روشن کرد و همون موقع شبات بر خودش قبول کرد و شما خاموش شد میتونه به یکی از اعضای خانواده که هنوز شباتا قبول نکرده بگه که بیاد و شمای شبات براش روشن بکنن شمای شبات روشن بکنن یا خانومی که زود شبات قبول میکنه از پلک کمین خواب بعد میاد و شبات روشن میکنه میتونه به یکی از افراد خانواده که هنوز شبات ها قبول نکردن کاری که در شبات مجاز نیست انجام بده بیان براش انجام بدن تا قبل از غروب آفتاب و میتونه حتی به اونها بگه که بیان و اون کارا برای اون, برای اون کسی که برای خواهی رو گفته بیاد و اون کار انجام بدن اما بهترین زمان روشن کردن شمهای شبات 20 دقیقه مونده به غروب آفتاب این تقویم هایی که چاپ کردن تقویم های زمانی که نوشته پذیرش شباز معمولا یا 20 دقیقه قبل از غروب آفتابه که بهترین زمان روشن کردن شم شباز تو اون زمانه و خیلی به مهمه که اینا دقت داشت مگر اینکه یکی میخواد زودتر روشن بکنه که باید دقت داشته باشه که اون شرایطی که گفتیم حتما انجام بشه شم شباز باید در جایی روشن بشه در اتاقی روشن بشه که همون جایی که سعودا برگزار میکنیم سعودای این شبا اونجا میایم و برگزار میکنیم اونجا روشن بکنیم که در زمان سعودا اون شرمایی شبا ببینیم و از اونها اون لذت ببریم و آیا میشه رو میز خوری اون میزی که میاییم و غذا میخوریم شمای شب شبات تا روشن بکنیم به شرط اینکه اون میز تکون نخوره یا اینکه وقتی غذا میاریم باعث نشه که یهو اون شم تکون بخوره میتونیم رو میزم بیایم و شم شبات رو روشن بکنیم ولی خیلی مهمه که اون میز لگ نباشه که مثلا تکون بخوره یا اینکه وقتی صندلی جا به جا میکنیم باعث بشه که اون آتیش اون شم تکون بخوره اگه این موارد هست نباید روی میز غذاخوری بیایم و شم شبات رو روشن بکنیم روی اوپن یا جایی که غذا میخوریم که دیده بشه میایم و اونجا قرار میدیم پس رو میز غذاخوری اگه اون میز تکون میخوره احتمال این تکون خوردنش هست یا وقتی غذا میاریم ممکنه اون آتیشش حرکت بکنه یا اون شم تکون بخوره در این شرایط نباید رو میز غذاخوری اون شم شبات رو روشن بکنه بعد جایی بذاره که باعث تکون خوردن اون شم نشه اگه کسی شم نداره که گفتیم جلسات گذشته بهترین بهترین شم شبات اول روغن زیتونه اگه روغن زیتون نداشت روغن معمولی اگه نداشت شم پارافینی شعوا و اگه دیگه کسی نداشت بیشتر حد خط در زمان تنگی به میتونیم سبک بگیریم که بیاد و روی چراغ برقم براخای شم شباتا بگه پس اگه کسی شم نداره میتونه طبق اون نظر می او میتکیه بکنه که عقیده دارن میتونیم بیایم و روی چراغم به برای شم شباتا بگیم